امروز میخوام درباره نوت‌های زینتی، نوت‌های تزئینی و نوت‌های کوچک در موسیقی ایرانی نکاتی رو براتون بگم. در کتاب خالقی از تمرین شماره 50 تا 55 اشاره داره به نوت‌های کوچک یا همون آچاکاتورا. در واقع آچاکاتورا یه چنگه که نسبت به چنگ‌های معمولی کوچک‌تر نوشته میشه و یه خط روش کشیده میشه. اگه خط نداشته باشه میشه آپوژیاتور، اگه روش خط کشیده شده باشه میشه آچاکاتورا. چند تا نکته در مورد آچاکاتورا هست. یکی این که حتما باید واضح بشنویم اون نوتو. یکی دیگه این که باید زمانی رو از نوت بعد از خودش بهش اختصاص بدیم، در زمان نوت قبلی نمیاد و حالا اینا رو بیشتر توضیح میدم. و نکته سوم هم این هستش که متر ما رو بهش اضافه نمی کنه. در حقیقت آچاکاتورا نوت خیلی کوچیکیه که در زمان نوت بعدی میاد، یعنی وقتی که به نوت بعدی میرسیم یک لحظه زودتر این نوت شنیده میشه. حالا تمرین شماره 50 میزنم با دو دیز، فا دیز دو دیز، انگوش دو سر میچسبونم، دو ضرب ره. حالا برای اینکه شما بهتر این قضیه رو متوجه بشید که لحظه من توقف میکنم اینجا، بعد میزنم دوره دوره دو سی، که وقتی اینو پشت سر هم بزنم به این صورت تموم میشه اینجا. با هم دوتا انگوش برداشته بشن. وقتی میزنین میدو رسی دولا. و در تمرین 51 میاد نوت های سیاه مینویسه، کوارتر نوت، که برای ما یه مقدار تندتر میشه اینجا، ولی همون اصول رو رعایت میکنیم. همونطور که متوجه شدین از اینجا به بعد دیگه هیچ علامتی سر کلید نداریم. معنیش اینه که همه ی نوت ها نچرال یا بکار هستن و باید سی رو به بی، دو رو به سی بچسبونیم. تمرین شماره 52. حالا آچاکاتورا بین دو تا نوت چنگ میاد. چنگ اول کامل زمانشو میرم، به نوت چنگ دومی که رسیدم یه دونه آچاکاتورا میاد، میشه سی دو سی دو ره دو ره میره دو ره دو. و 53 که دیگه نوتای دولا چنگ شده. بازم برای توجه کنید که نوت قبل از آچاکاتورا زمانش رو کامل برید. مثلا ما 4 تا نوت داریم، میشه سی سی لا سی، ولی بین دو تا نوت سی آچاکاتورا اومده میشه سی دو سی لا سی، ولی سی اولی رو کامل میشنوم، 1 2 3 4. لا سی دو سی دو. لا سی دو ره دو. لا
تمرین 54 حالا پیچیده تر شد، میگه لا سی دو لا سی دو لا سی دو لا سی، باید با یه آرشه بتونیم بریم. خب به نظر میاد که خیلی سخت شد، ولی اگه شما دونه دونه این تمرین ها رو خوب کار کنین، خیلی خوب نوشته شده، یعنی واقعا طوری هست که اگر مثلا تمرین 50 رو خوب کار کنید، بعد توی 51 رو بزنید، 51 رو خوب کار کنید، 52 به همینطور الی آخر. خب شماره 54 رو میرم. معلومه که تمام آرشه لازم داریم. پنج خط اول، خط دوم لا سی دو سی دو لا، خط سوم لا دو سی دو لا دو سی، ره می دو ره سی دو لا، ره می ره می دو ره سی دو ره دو ره سی دو لا. خب تا حالا به تفاوت دو تا چهره فکر کردین که یکیش عکسه یکیش نقاشی؟ حتما توجه کردین، عکس خیلی واضحه ولی نقاشی به شکل دیگری اون چهره رو نشون میده. شما اون همون چهره رو میبینین و تشخیص میدین یا همون تصویر رو، ولی طبعا نقطه نقطهش به شکل دیگری با یه رنگای دیگه با فرم دیگه با آدم ارتباط برقرار میکنه. نوت‌های آچاکاتورا در واقع همونطور که گفتم نوت‌هایی هستن که در موسیقی کلاسیک یا به طور کلی در شاید تمام موسیقی‌های جهان وجود دارن، اما در موسیقی ایرانی یک شکل دیگری از نوت‌ها هستن. در حقیقت به دلیل اینکه موسیقی ایرانی خیلی وابسته به آوازه، بیشتر موسیقی ما بر پایه آوازه، یعنی خواننده باید بتونه اونو بخونه، برای همین این نوت‌های زینتی شکل‌های دیگه‌ای گرفتن و در حقیقت در سازهای ما یه سری نوت‌های خاموش وجود دارن که در موسیقی ایرانی هستن، اینا در موسیقی کلاسیک غربی وجود ندارن. این نوت‌ها یکی از مهمترینشون، در حقیقت یکی از مهمترین هاشون نوت‌های تحریرها هستن که در کتاب خالقی و بعداً در کتاب استاد سبا اینها رو به عنوان تکیه معرفی میکنه. تکیه ها همون آچاکاتوراها هستن که وضوح آچاکاتورا رو ندارن و نسبت به آچاکاتورا سریعتر هم نواخته میشن. اینها نوت هایی هستن که در حقیقت فقط نقش خاموش کننده نوت قبلی رو دارن یا به نوعی خفه کننده صدای نوت قبلی رو دارن. پس برای زدن اونها ما میتونیم به کتاب دو خالقی مراجعه کنیم، به کتاب استاد سبا، کتاب اول استاد سبا که من فکر میکنم با ویرایش استاد رحمت الله بدیعی در قسمت اولش ایشون زحمت کشیدن انواع این نوت‌های به اصطلاح تکیه ها رو توضیح میدن و می نویسن اونجا و قبل از اون اینا نبوده و هنرجو باید خودش اینا رو تمرین می کرده و متوجه می شده، ولی الان ایشون زحمت کشیدن اونجا نوشتن، بسیار خوب هستش که اونا رو ما بزنیم. ولی برای شروع فعلا من چند تا نکته رو بهتون میگم. من قبلا راجع به
اینکه فشار انگشت‌ها رو چطور روی سیم تنظیم بکنیم که بتونیم فشار کامل روی سیم داشته باشیم، با اگر ما انگشتمون به طور کامل سیم رو روی تخته انگشت گذاری نگیره و فیکسش نکنه، در حقیقت اون نوت صدای تمیز و شفافی نخواهد داشت. مثلا من الان این نوت سولو رو سیم ره گرفتم با انگشت سومم و انگشت دومم هم پشتش به عنوان تکیه گاه هست. باز این نکته ایه که میتونیم بهش اشاره کنیم الان، و اون این که همیشه سعی کنیم که فشار بیش از حد نداشته باشیم. یعنی مثلا همه انگشت ها رو همیشه روی سیم نمیذاریم، دو تا انگشت روی سیم، یکی به عنوان انگشت اصلی و دیگری به عنوان تکیه گاه، معمولا به این صورت کار میکنیم. خب حالا انگشت سوم رو من دارم روی سیم نوت سول، مثلا این نوت سول رو میخوام بزنم، این صدا صدای خیلی تمیز و کاملیه چون انگشتم کاملا سیمو گرفته. حالا به تدریج فشار انگشت رو کم میکنم، الان یه مقدار از سیم از تخته فاصله گرفت ولی هنوزم صدا خوبه. بازم میام بالاتر، کم کم داره از اون حالت خارج میشه. اینجاست که دیگه صدا حالت طبیعی اولیه خودش رو از دست داده و تبدیل میشه، تقریبا الان دیگه تبدیل میشه به صدای فلاژولای مصنوعی. حالا همین کار رو با انگشت اول انجام میدم. انگشت دوم، انگشت چهارم، پس ما میتونیم با تغییر فشار انگشت باز رنگ‌های مختلف صوتی رو ایجاد کنیم. حالا من میخوام روی همین کتاب یه مقدار پا رو فراتر بذارم و در تمرین مثلا شماره 54 که میگه لاسی دو لاسی دو لاسی دو لاسی، اینو میخوام برسونم به اون نوت به اصطلاح تکیه. پس میام این نوت‌ها رو خیلی کوچیک‌تر میزنم و به اون زینتی که رسیدم فقط سیم رو لمس میکنم. این صدای یه چیزی مثل بینگ میاد. حالا 54 رو به همین شکل میزنم. این همون تحریر خواننده است که میگه چی؟ میگه یا مثلا تمرین 55 میگه چی؟ مثلا خط سومش میگه لا دو سی دو لا دو سی سی ره دو ره سی ره دو یا ها یا ها 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 یا ها 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 و الی آخر. موفق و معید باشید.